he can put his hat as the coordinator of the joint position and sort of choreograph the actions that are needed to be taken by the United States and the actions that are needed to be taken by Iran. درخواست ظریف از اروپا برای پادرمیانی در بنبست برجامی ایران و آمریکا همزمان با تایید راه اندازی سانتریفیوژهای پیشرفته در نطنز. فشار یا دیپلماسی، کدام سیاست جواب می‌دهد؟ تهدیدها و هشدارها در کنار امیدها و انتظارها به گفتگو. این دوران تعلیق چگونه و کی به پایان می‌رسد؟ این سوالمان از مهمانان برنامه امشب است. در ادامه برنامه امشب انتشار کارنامه آزمایش اسپوتنیک وی در نشریه لانست، بررسی مقدماتی مؤثر بودن واکسن کرونا روسی را در 92% موارد تایید می‌کند. پایان رأی‌گیری تصویب نشد. مجلس ایران بودجه 1400 را برگشت زد. روحانی می‌گوید دودش به چشم مردم می‌رود. ننگ کرونا، دردی که بعد از سلامت جسم هم روح و روان را تحلیل می‌برد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. ایران با نصب سانتریفیوژهای جدید در تأسیسات اتمی نطنز که ظرفیت غنی‌سازی اورانیومشان تقریباً 4 برابر سانتریفیوژهای قبلی است، قدمی دیگر در جهت کاهش تعهداتش به برجام برداشت. تهران اخیراً سرعت کاهش تعهدات به برجام را افزایش داده، تلاشی شاید برای اعمال فشار بر جو بایدن در شرایطی که هر دو طرف برای بازگشت به توافق هسته‌ای ابراز تمایل کردند. ایران میگوید در صورتی که آمریکا تحریم‌ها را رفع کند، این کشور به همه تعهداتش در برجام باز می‌گردد و از جمله غنی‌سازی اورانیوم با خلوص 20% را متوقف می‌کند. اما وزیر خارجه جدید آمریکا گفته که پیش از برگشت آمریکا به برجام، ایران باید ابتدا به اجرای کامل تعهداتش برگردد. همزمان بر اساس قانونی که مجلس ایران تصویب کرده، در صورتی که تحریم‌های آمریکا در دولت جو بایدن تا کمتر از 3 هفته دیگر لغو نشود، اجرای پروتکل الحاقی هم باید متوقف شود. از یک طرف تهدید و هشدار، از طرف دیگر امید و انتظار برای بازگشت آمریکا به برجام. بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. اول گزارشی ببینیم از کیوان حسینی. 5.5 سال از این روز و چهره‌های خندان برجامی گذشته، اما بازگشت به وضعیتی مشابه آن روزها تبدیل به معمای مرغ و تخم مرغ شده. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه جدید آمریکا، میگوید که کشورش آماده است به برجام برگردد اگر ایران به همه تعهداتش در چارچوب برجام عمل کند. کلی اونها باید به طور مؤثر. از آن طرف ایران میگوید که اول باید تحریم ها برداشته شوند. ما باید آثار رفع تحریمی رو در ایران ببینیم، یعنی اینکه یک امضا بر روی کاغذ کفایت نمی کند. حالا وزیر خارجه ایران در مصاحبه با کریستین امانپور در CNN راه حلی میانه ارائه کرده. می توان راهی پیدا کرد که این اتفاق همزمان رخ بدهد یا با هماهنگی کافی. در برجام مکانیزمی وجود دارد به نام کمیسیون مشترک، و کمیسیون مشترک هم یک هماهنگ کننده دارد که فدریکا موگرینی بود و حالا هم جوزپ بورل این مسئولیت را بر عهده دارد. او میتواند هماهنگی لازم را انجام بدهد و اقداماتی را که ایران و آمریکا باید انجام بدهند تعیین کند. کمیسیون مشترک برجام جایی است که نمایندگان طرفین برجام دور یک میز می‌نشینند تا این توافق پیچیده را اجرا کنند. با توجه به پیشنهاد آقای ظریف، آمریکا باید ابتدا به برجام برگردد تا بتواند در این جلسه شرکت کنند و همینجا تکلیف روشن شود. راه حلی که اتحادیه اروپا میگوید همین حالا هم به دنبالش است. روز سه‌شنبه پیتر استانو از سخنگویان جوزپ بورل گفت که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به سختی در تلاش است تا برجام را به مسیر اولیه برگرداند. به گفته او، جوزپ بورل با دولت آمریکا در تماس است تا تحریم‌ها علیه ایران برداشته شوند و ایران اجرای کامل تعهداتش را از سر بگیرد. جو بایدن بارها تکرار کرده که علاوه بر برجام، به دنبال حل مسالمت‌آمیز مسائل دیگری نیز هست. مسائلی مانند سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه و برنامه موشکی. آیا این موضوع به مشکلی بر سر راه احیای برجام تبدیل خواهد شد؟
The nuclear deal was negotiated. توافق هسته‌ای بر اساس آن چه ما می توانستیم توافق کنیم و آنچه نمی توانستیم توافق کنیم به دست آمد. این توافقی است که به دست آمده و آمریکا باید بپذیرد. ما عمدن تصمیم گرفتیم که درباره مسائلی به خصوص توافق نکنیم. نه به این دلیل که بی توجه بودیم، بلکه به این دلیل که آمریکا و متحدانش آماده نبودند کاری را که باید انجام دهند. آیا آمریکا آماده است که صادرات سلاح به منطقه ما را متوقف کند؟ زمانی وزرای خارجه ایران و آمریکا اینچنین دوشادوش هم ایستادند. حالا اما شکاف میان واشنگتن و تهران آنقدر جدی است که هنوز چشم‌اندازی برای تکرار موقعیتی شبیه به این دیده نمی‌شود. موقعیتی که شاید غیر ممکن نباشد، اما رسیدن به آن با دشواری‌های روبروست. کیوان حسینی، بی بی سی. دن سمیت، مدیر مؤسسه پژوهش صلح بین‌الملل استکهلم سیپری از پایتخت سوئد با ماست. آقای سمیت، خوش آمدید به برنامه. شنیدیم که اتحادیه اروپا در حال رایزنی با مقام‌های آمریکا برای رفع تحریم‌های آمریکاست. چقدر مقام‌های ایران میتونن امیدوار باشند که این رایزنی‌ها نتیجه بده؟ من فکر میکنم مانع اصلی دولت بایدن نیست، بلکه اون شرایط کلی سیاسی در آمریکاست، مخصوصا مخالفت و همینطور بهتر بگم ادامه مخالفت در کنگره آمریکا نسبت به توافق هسته‌ای با ایران هست. مخالفت اونها ربطی به جزئیات توافق هسته‌ای نداره و اصلا نفس اون توافق با ایران براشون مشکل هستش. مخالفت اونها برمیگرده به فعالیت های ایران در منطقه، در سوریه، در عراق، در یمن و این گونه مسائل. بنابراین سوال اساسی در یک سوال سیاسی است و اون اینکه دولت جدید آمریکا و رئیس جمهور جو بایدن حاضر هست که سرمایه سیاسی خودشو خرج بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم‌ها علیه ایران کنه. سوال دوم، اگه سوال اول رو با جواب مثبت اگه بدیم، سوال دوم این خواهد بود که چقدر در ایران صبوری وجود داره تا این تحریم‌ها لغو بشه. برای اینکه به هر حال لغو تحریم‌ها زمان می‌بره. اینجوری نیست که شما یه بشکن بزنید و تحریم‌ها برن. یک سری ضوابطی هست که باید لغو بشه. همزمان با همه این تحول‌ها میشنویم که ایران از نصب سانتریفیوژهای جدید خبر میده و میدونیم که مجلس ایران قانونی وضع کرده که به واسطه‌اش تا کمتر از 3 هفته دیگه ایران از پروتکل الحاقی خارج خواهد شد اگر تحریم‌های آمریکا لغو نشه. چنین اقداماتی، چنین فشارهایی از جانب ایران ممکنه تاثیرگذار باشه بر سیاست آمریکا؟ بله، میتونه بسیار دشوارتر بکنه تصمیم گیری های دولت آمریکا رو. ایران داره با شتاب چشمگیری برنامه غنی‌سازی اورانیومش رو به پیش میبره. همین اخیراً ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که داره این برنامه ها رو شتاب میده. ایران الان غنی‌سازی اورانیوم رو به 20% رسونده. فقط برای اینکه یک ذره بیشتر بتونم این رو بشکافم و توضیح بدم، اینه که بر اساس برجام ایران اجازه داشت که اورانیوم رو فقط تا 3.5% غنیش بکنه. شما باید به اورانیوم 90% غنی شده برسید که بتونید سلاح تولید بکنید. حالا ایران خیلی فاصله داره با اون 90% برای تولید سلاح هسته‌ای، ولی به نظر میاد که داره در اون سمت حرکت میکنه و به نظر من این قضیه آسان‌ترش نمیکنه. برای اینکه در آمریکا، مخصوصا در خیلی از محافل سیاسی آمریکا، سوالاتی رو ایجاد خواهد کرد درباره حسن نیت ایران. برای همین من فکر میکنم اگر ایرانیا بتونن یه ذره این شتاب رو کم بکنن، رسیدن به توافق آسان‌تر خواهد شد و این قانونی که تصویب شد که بهش اشاره کردین که در مجلس ایران تصویب کرد، گفته که ایران اصلا کلا برجام رو ترک خواهد کرد اگه آمریکا به برجام تا 3 هفته دیگه بر نگرده. این خیلی بازه زمانی کوتاهی هستش. بنابراین فشار واقعا بالاست و 50-50 این احتمال که توافق هسته‌ای رو میشه احیا کرد یا نه. ادهی
معتقدند که اگر اساساً ایران بره به سمت ساخت سلاح هسته‌ای در موقعیت محکمتری خواهد بود با توجه به بدعهدی که در دوران ترامپ جمهوری اسلامی شاهدش بود. آیا کمک میکنه چنین مواضع افراطی که میشنویم از بعضی از تندروها؟ بله، فشار رو بیشتر خواهد کرد، ولی نه فشار مفید و مثبت. اگه ایران هر کاری بکنه که به نظر بیاد که واقعا میخواد که سلاح هسته‌ای تولید بکنه، واقعا هدفش این هست، این خبر خوبی برای صلح و ثبات در منطقه نیست، خبر خوبی برای تجارت و پیشرفت اقتصادی در منطقه نیست، اصلا خبر خوبی برای وضعیت مردم در کل منطقه نیست، از جمله وضعیت مردم داخل ایران. بنابراین این گونه موضع‌گیری از طرف تندروها در ایران واقعا میتونه تاثیر منفی داشته باشه. اون چه که ما قبلا داشتیم این بود که ایران از طریق برجام موافقت کرد که کاری رو نکنه که هیچ کی دیگه هم نمیخواد ایران بکنه. ما میدونیم که مقامات ایران هم واقعا نمیخوان سلاح هسته‌ای تولید بکنن، این حرفی است که زدن. بنابراین وضعیت ما این بود که توافق هسته‌ای یک توافق خیلی خوبی بود، به لحاظ فنی به درستی تنظیم شده بود و به درستی اجرا شد، تا اینکه دونالد ترامپ اعلام کرد آمریکا را از این توافق خارج میکنه. ما باید به اون توافق، به اون حالت قبلی برگردیم. ما باید به حالتی برگردیم که اون مسیری که ایران گفته نمیخواد در اون درش قدم برداره، اون مسیر بسته بشه تا خیال همه راحت بشه، ثبات بیشتر بشه، چشمانداز صلح قوی تر بشه در منطقه، تجارت چشماندازش بیشتر بشه و وضع همه مردم بهتر بشه. بنابراین این موضع‌گیری ها چه از طرف تندروها در ایران، چه از طرف تندروها در اسرائیل یا عربستان، چه از طرف تندروها در آمریکا، اصلا کلا موضع‌گیری هر تندروی در هر جا همیشه خبر بدیه. متشکرم. دن سمیت، مدیر مؤسسه پژوهش صلح بین‌الملل استکهلم. مجید گلپور، کارشناس روابط ایران و اروپا، از پاریس به ما پیوسته. آقای گلپور، خوش آمدید به برنامه. شنیدید صحبت‌های مهمان قبلی برنامه رو و تحولات چند روز اخیر در برنامه هسته‌ای ایران. شما فکر می‌کنید که اروپا چقدر توان این رو داره که اونطور که محمد جواد ظریف خواستارشه بین ایران و آمریکا به نوعی میانجیگری بکنه و آمریکا رو تشویق بکنه به لغو تحریم ها؟ با سلام به شما و ایرانیان عزیز، میشه گفت بیشترین شانس و بهترین موقعیت بعد از یک سال تأخیر امروز به اروپا رسیده. فراموش نکنیم پیشنهادی رو که امروز آقای ظریف آورده همون کاریه که آقای بورل سال پیش در شروع ماه ژانویه 2020 ازشون خواستن. آقای ظریف یادشون نرفته که دلیل اصلی که این کمیسیون فعال نشد در بروکسل غیبت خودشون بود. بنابراین امروز میدونید که اروپا خودش رو به عنوان میانجی در این حل بحران تعریف کرده و با انتخابات جدید در آمریکا و پیشنهادی که امروز از ایران اومده، من فکر میکنم بهترین و محکمترین موقعیت برای اروپا به وجود اومده که تمام ابزارهای حقوقی رو به کار بیاندازه. در چه بازه زمانی میشه انتظار داشت که در واقع تحولی ایجاد بشه در بنبست فعلی؟ بازه زمانی خانم همش بستگی داره به آمادگی پرونده های حقوقی که باید روی میز کمیسیون اروپا قرار بگیره. از جانب آمریکا تمام این پرونده ها حاضر بوده در دوره های گذشته و فکر میکنم از همون پرونده ها امروز آقای بلینکن میتونن استفاده کنن. از جانب ایران یک غیبت کامل و یک سکوت واقعا کشنده موجوده. باید خلاصه فهمید عوامل و موانع اجرای برجام در ایران چی بوده. آقای ظریف میبایست تمام تعهدنامه های اخلاقی و حقوقی خودشونو که در روی زمین نتونستن اجرا بشن به کمیسیون معرفی بکنن. هر چه سریعتر این پرونده آماده بشه، اجرای کار در این کمیسیون حل اختلاف سریعتر خواهد بود. می‌فرمایید عوامل مانع اجرای برجام، البته ایران معتقده که برجام داشت اجرا می‌شد و آمریکا از اون خارج شد. خانم با معذرت باید بگم که
عقب نشینی سیستماتیک و خروج اعلام شده رسمی از برجام توسط خود جمهوری اسلامی و آقای ظریف صورت گرفته. بیشتر از 14 ماه این بیرون اومدن به دلایل حتما حقوقی یا سیاسی که این دلایل هیچ موقع به کمیسیون آورده نشد. آقای بورر این رو درخواست کردن. به چه دلیلی ایران این عقب نشینی از تعهدات برجام رو انجام داد برای کمیسیون حل اختلاف اروپا روشن نیست. و فکر میکنید که چقدر امکان داره که چون میدونیم که آیت الله خمینی گفته که شرط خامنه. آقای خامنه‌ای گفته که شرط بازگشت آمریکا لغو کامل تحریم هاست. چقدر از لحاظ سیاسی دست جو بایدن بازه برای اینکه بتونه کامل تحریم ها رو لغو بکنه؟ خب من تو این بحث وارد نمیشم چون امتیازگیری طرفین میدونین ما الان وارد یک پروبلماتیک چند ضلعی چند زاویه‌ای با نهادها پروژه ها انگیزه ها و هر روز هم با مسائلی که مطبوعات غیر حرفه‌ای وارد این مسئله برجام میشن بیشتر تناقضات اضافه میکنه. به نظر میرسه این کمیسیون حل اختلافات حداقل یک پایه عینی و حقوقی میتونه به طرفین بده که مسائل خودشون حداقل در زمان خیلی سریع بیان کنن و بعد دیده بشه که آیا میشه این چالش ها رو برداشت یا نه. البته آقای گلپور خاطرتون باشه همون موقع هم ایران معتقد بود که علت این که تعهداتش رو کم کرد به برجام آمریکا و خروج دفعی آمریکا بود. هرگز اصلا بحث شکایت به کمیسیون حل اختلاف مطرح نشد. اساسا آمریکا به قول ایران زد زیر میز و خارج شد از توافق. خب اون مشکل آمریکا بود. آمریکا این مشکل رو برای یه تفسیر حقوقی که از خود متن برجام داده. میدونید برجام یه توافقنامه است، یک فرمان اجرایی برای آمریکا بود و با یک فرمان اجرایی هم تموم شد برای آمریکا. خب این مشکل حقوقی هم نیست باید در برجام دیده بشه. یعنی به عنوان توافقنامه استحکام حقوقی لازم و برجام در خودش نداشت و از این سوء استفاده یا استفاده کرد آمریکا. اما مسئله امضا کنندگان دیگر این توافقنامه اینه که به لحاظ قابل فهم مشکلات جمهوری اسلامی رو برای این خروج از برجام هنوز نفهمیدن و این مکتوب نشده. بنابراین من فکر میکنم آقای بورل از این موقعیت استفاده سریع و درست رو انجام بدن و یک بار برای همیشه این مسائل، یعنی موارد و چالشی که جمهوری اسلامی یا آمریکا داره به صورت حقوقی طرح بشه و بعد بلافاصله امیدواریم که بتونیم راه حل‌های رو پیشنهاد دقیق و اصولی شور به میز ببینید. متشکرم. مجید گلپور کارشناس روابط ایران و اروپا با ما. علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران از واشنگتن دی سی با ماست. آقای واعظ خوش آمدید به برنامه. شما از جمله منتقدان سیاست دونالد ترامپ در قبال برجام بودید و الان شاهد شروع به کار دولت جو بایدن هستیم و تلاش اتحادیه اروپا اونطوری که این اتحادیه میگه برای لغو تحریم‌های آمریکا. چقدر فکر می‌کنید که جمهوری اسلامی باید خوشبین باشه که این توافق‌ها نتیجه بده؟ ببینید من فکر کنم محتاطانه میشه خوشبین بود که برجام دوباره شانسی برای احیا شدن داره، برای اینکه به هر حال اراده سیاسی طرفین برای این موضوع استوار هست. حالا بدون شک موانعی وجود داره، بدون شک تفاوتی در دیدگاه ها و در سطح انتظارات طرفین وجود داره، ولی خانه ها هر دو طرف یک چیز رو میخوان و اون و ما قبلا هم در خود مذاکرات برجام شاهد این بودیم که نهایتاً تمام موانع قابل رفع و رجوع بودن، به این علت که دو طرف می‌خواستن به یک نقطه مشترک برسن و امروز هم به نظر من احیای برجام یک هدف مشترک است، بنابراین دیر یا زود بهش خواهند رسید. وقایع چند سال اخیر و مشخصا دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ باعث بحران اعتماد بیش از پیش بین دو کشور شده. این بحران بی‌اعتمادی رو چطور میشه برطرف کرد؟ به هر حال ببینید یک روند زمانبر خواهد بود، یعنی بدون شک اعتماد از دست رفته با یک اقدام به دست نخواهد آمد و یک سری از اقدامات رو نیاز داره، ولی بدون شک سنگ بنای این امر دوباره احیای برجام هست. یعنی بدون برجام نه اعتمادی خواهد بود و بدون اعتماد نه توافقات دیگری در مورد برنامه هسته‌ای یا در مورد دیگر مسائل مورد اختلاف. بنابراین فکر میکنم راه بازسازی اعتماد هم از طریق بازسازی برجام خواهد بود. به نظر میاد که ارتباطمون دوباره داریم، یه لحظه قطع شد آقای واعظ.
از جمله موانعی که گفته میشه جو بایدن داره موانع داخلیه و در داخل مخالفان بازگشت بدون پیشنهاد آمریکا به برجام کم نیستند. آقای بایدن چقدر حاضر هزینه سیاسی بکنه برای بازگشت به برجام؟ ببینید این یکی از بزرگترین موانع از سوی آمریکا است، یعنی اینکه فقط بحث هزینه سیاسی نیست. امروز دولت آقای بایدن احتیاج داره به اینکه معاون وزیر خارجه، سفیرش در سازمان ملل، بسیاری از مقامات دیگر دولت بتونن از کنگره آمریکا، از سنای آمریکا در واقع مورد تایید سنا قرار بگیرن و بنابراین اینطور نیست که دولت بایدن بتونه هر کاری رو سر خود انجام بده، برای که هزینه سیاسیش یک مقداری منجر خواهد شد به فلج شدن بسیاری از دستگاه‌های وزارتخانه‌های مختلف که نمیتونن مسئولین مربوط رو داشته باشن که بتونن کارشون رو به درستی شروع بکنن. از سوی دیگه دولت ترامپ به هر حال تقریبا 1500 نهاد و فرد ایرانی رو مورد تحریم قرار داده، بسیاری از اینها باید مورد بازبینی قرار بگیرن. بعضی از این تحریم ها در تناقض با برجام نیستند، به عنوان مثال کسانی بودن، شرکت ها یا نهاد های ایرانی بودن که متهم شدن به اینکه در حمله های سایبری به آمریکا نقش داشتن و یا در انتخابات آمریکا دخالت کردن. خب این تحریم ها به جای خود باقی خواهد بود و در تناقض با برجام هم نیست، اینها باید مورد بررسی قرار بگیرن و بنابراین هم هزینه سیاسی وجود داره، هم در واقع موانع اداری برای چنین کاری وجود داره، ولی نهایتاً بسیاری از این تحریم ها با دستور اجرایی رئیس جمهور آمریکا وضع شدن و بنابراین با دستور اجرایی رئیس جمهور آمریکا هم قابل لغو هستن. و در نظر بگیرید که نهایتاً دیدگاه آقای بایدن که به طور کامل و مشخص هم در دوره کمپین انتخاباتی هم بیان کرده بودن این هست که ایشون برجام رو در راستای منافع ملی آمریکا می‌دونن، بنابراین بازگشت به برجام از دید ایشون نه امتیازی است به ایران و نه امتیازی است به اروپا یا هر کس دیگه، بلکه واقعا چیزی است که لازم می‌دونن در جهت منافع ملی آمریکا. یک المان سومی هم در این بین هست که در دوران برجام بارها و بارها به اعتراض و شکایت مقام‌های ایرانی انجامید و اون المان بانک‌های بین‌المللی هستند که حتی در دوران باراک اوباما، دوران برجام که روابط خیلی بهتر از الان بود، هم حاضر نبودند ریسک همکاری با ایران رو بپذیرند. 4 سال بعد، بعد از روابط به شدت خصمانه ایران و آمریکا، این بی‌اعتمادی بانک‌ها و سست بودن برجام عیان‌تر از گذشته شده. بر فرض که آقای بایدن بتونه تحریم ها رو لغو بکنه و به برجام برگرده، آیا مشکلی از ایران حل خواهد کرد؟ بدون شک. ببینید اولا که اینطور نبود که هیچ کدوم از بانک ها حاضر به کار و معامله با ایران نبودن. شما رشد اقتصادی ایران در سال 2016 و میزان تجارت خارجی شما مقایسه کنید با امروز و مشخص میشه که به هر حال تعدادی از بانک ها بودن که حاضر بودن با ایران به مبادلات تجاری دست بزنن. ولی شما درست میفهمید که به هر حال ترس و نگرانی از تحریم‌های آمریکا که هنوز بر روی کاغذ وجود داشتن همچنان در اون زمان بود و امروز هم بیشتر از گذشته شده و راه حلش مسلماً این هست که ایران و آمریکا پس از احیای برجام به سمت یک توافق بهتر در مقابل بهتر پیش برن که در اون بخش دیگری هم از تحریم‌های اولیه آمریکا که هدف اصلیشون مبادلات بانکی است برداشته بشن در ازای امتیازات بیشتری که ایران حاضر باشه بده و در این حال ایران هم باید به سمت این پیش بره که خودش رو با مقررات FATF منطبق بکنه و از لیست سیاه FATF خارج بشه. تنها در این صورت هست که میشه تصور کرد روابط بانک ایران به طور کلی به صورت نرمال در بیاد و از این شرایط خارج بشه. متشکرم علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران. نشریه پزشکی لانست امروز اطلاعات مربوط به آزمایش واکسن کرونا اسپوتنیک وی را منتشر کرد. بررسی مقدماتی این اطلاعات نشان می‌دهد که این واکسن ساخت روسیه در بیش از 91% موارد برای جلوگیری از ابتلا به کووید 19 مؤثر بوده. در روزهای گذشته نگرانی در مورد میزان تاثیر این واکسن باعث اختلاف نظر میان مقام‌های ایرانی شده بود. قرار است اولین محموله این واکسن حاوی 10,000 دوز تا 2 روز دیگر به ایران ارسال شود.
دکتر فرین کمانگر اپیدمیولوژیست از بالتیمور آمریکا با ماست. آقای دکتر خوش آمدید به برنامه. در ابتدا زمانی که روسیه اعلام کرد که واکسن اسپوتنیک وی رو قرار استفاده بکنه در محافل پزشکی بسیار تردید وجود داشت. الان با انتشار این یافته ها در نشریه لانست میشه نتیجه گرفت که این واکسن قابل اعتماده؟ با سلام خدمت شما و بینندگانتون. همینطور که می‌فرمایید، اولش وقتی روسیه اعلام کرد که واکسنشون خیلی مفیده، تردیدهای بسیار زیادی وجود داشت، چون اینها هیچ مقاله علمی رو منتشر نکرده بودن، فقط یه حرف زده بودن و واقعا بررسی مطالب علمی با یک عدد منحصرا ممکن نیست. امروز مقاله‌ای در لنست چاپ شد که جزئیات نوع مطالعه نتایجش رو همه رو به تفکیک نشون داد و نشون میده که واکسن ظاهرا هم خیلی خوب جلوی کووید 19 رو میگیره، هم پاتن رو میبره بالا، و این تا حدودی نگرانی ها رو مرتفع میکنه، ولی کامل نگرانی ها رو مرتفع نمیکنه. چون که وقتی شما میبینید فایزر یا مدرنا در آمریکا میان نتایج رو اعلام میکنن، اونها علاوه بر این که مقاله چاپ میکنن، دونه دونه اطلاعاتشون رو میدن به سازمان غذا و داروی آمریکا FDA و سیستم قانونی بسیار محکم اینجا حاکمه که اگر اونها اطلاعات نادرست داده باشن، اونها رو مسئول میدونه. ولی معادل همون مسئله رو من نمیدونم در روسیه داریم یا نه. یعنی گرچه مقاله رو چاپ کردن و خیلی آدم امیدوارتره که درست باشه، من نمیدونم اگر این اطلاعات جایش نادرست باشه یا کم داده باشن، چه عواقب قانونی در روسیه داره و چقدر ممکنه اونها اینا رو کامل بدن. اساساً روند تایید این واکسن ها چیه آقای دکتر؟ آیا باید سازمان بهداشت جهانی این رو تایید بکنه، یا اینکه جاهای دیگه هم هستن که بتونند این روند رو انجام بدن و قابل اعتماد بشن؟ به طور معمول بیشتر داروها رو سه تا سازمان دارویی در دنیا تایید میکنن. یکی سازمان غذا و داروی آمریکاست FDA هستش، یکی سازمان اروپاییش هستش که EMA هستش، و یکی هم سازمان غذا و داروی ژاپن. چون این سه تا تشکیلات خیلی عریض و طویل و مفصلی دارن که میتونن مرحله به مرحله پیشرفت دارو رو چک بکنن و ببینن آیا درست انجام شده یا نه، و معمولا بقیه دنیا به اون نتایج اقتدا میکنه. WHO هم میاد کارشناسای خودش رو میاد بررسی بکنن، ولی WHO اصلا اون امکانات بزرگی رو که این سازمان ها دارن و اون قدرت قانونی که پشتش هستش در برای مجازات افرادی که دیتای نادرست میفرستن نداره واقعیت. و آیا میدونیم که حدود 10,000 دوز قراره به ایران ارسال بشه، آیا برای انجام این واکسیناسیون نیاز به آموزش خاصی هست، یا اینکه به راحتی میتونن این واکسن رو انجام بدن، تزریق بکنن، و شرایط نگهداری این واکسن چطوره؟ شرایط نگهداری این واکسن دو جور ساخته شده، یکی برای حدود منهای 18 درجه یعنی یه فریزر معمولی، و یکی هم برای دمای معمولی یخچال 2 تا 8 درجه. بنابراین انتقالش به سادگی امکان پذیر خوشبختانه. قیمتش هم باید قیمت پایینی باشه، چون اینا روی بدنه آدنوویروس ساخته شده و این نوع واکسن ها گرون نیستن، و تزریقش بسیار تزریق آسونی، اصلا تعلیم خیلی زیادی نمیخواد. یعنی از لحاظ قیمت، از لحاظ حمل و نقل و از لحاظ تزریق باید آسون باشه. من اگر و 10,000 دوز دوز زیادی نیست، ایران کشور خیلی بزرگ، خیلی بیشتر. یک دوز کافی آقای دکتر، یا اینکه مثل بعضی دیگر از واکسن ها احتیاج به دو دوز هست؟ نتایجی که تا الان در اومده روی دو دوز هستش. الان دارن یک دوز رو آزمایش میکنن ببینن آیا مفید هستش یا نیستش. من کلام آخر بگم خدمتون، من اگر خودم باشم هنوز هم ترجیح میدم یکی از واکسن‌های فایزر یا مدرنا رو استفاده کنم که توسط FDA تایید شده. ولی چیزی که در مورد واکسن ویروسی هم تا این لحظه اومده بیرون کاملا به نظر خوب میاد. و در نهایت آقای دکتر، میدونیم که به هر حال درخواست برای واکسن در سراسر جهان بسیار بالاست، از جمله اتحادیه اروپا. میدونیم که هند اعلام کرد که این واکسن رو میخواد از روسیه بخره. چقدر میشه انتظار داشت که ایران در صف متقاضیان جای بالایی داشته باشه، با توجه به اینکه به هر حال خود روسیه 400 میلیون نفر جمعیت داره که باید واکسیناسیون بکنه؟ کی نوبت ایران میرسه فکر میکنید، اگر که تایید بشه و ایران بخواد این واکسیناسیون رو انجام بده؟ خب این خبر خیلی خوبی است که هند همین دارو رو داره میگیره و در امارات و الان در 12 کشور دیگه دنیا این واکسن قرار استفاده بشه.
چون که این خودش باعث میشه اگر مشکلی داشته باشه ظرف چند ماه آینده بیاد بیرون، یعنی جای مستقل میتونن اینو بهش نگاه بکنن. اینکه کی نوبت ایران میرسه واقعا این به قدرت چونه‌زنی ایران بستگی داره در مقایسه با بقیه کشورها. همینطوری که شما میفرمایید کشورهای بسیار زیادی هستن، این واکسنی است که واقعا میشه 1 میلیارد تاش ظرف یه سال تولید کرد بدون مشکل، ولی سوال این هستش که خود روسیه چند صد میلیونه، اگه هر کدوم 2 دوز بخوان چند صد میلیون چند اونجا استفاده میشه، چند صد میلیونش این استفاده میشه. این که ایران چند تا از اینا رو با کی بگیره کاملا به مذاکرات سیاسی و اقتصادی بین دو تا کشور بستگی داره و از حوزه دانش من خارج. متشکرم دکتر فرین کمانگر، اپیدمیولوژیست. آسیب‌های روانی و تحلیل رفتن سلامت روان افراد یکی از پیامدهای شرایطی مانند همه‌گیری کرونا است. سازمان بهداشت جهانی هشدار داده که بحث استیگما یا ننگ در بسیاری از جوامع جدی است. قضاوت منفی اجتماعی که منجر به طرد و انزوای فرد از جامعه میشه و در دوران کرونا که با قرنطینه‌های طولانی همراه، آسیب روانی ناشی از این ننگ افراد رو هرچه بیشتر به سمت انزوا سوق میده. آناهیتا شمس گزارش می‌دهد. استیگما یا برچسب زدن قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد و همیشه به دنبال یک همه‌گیری در جامعه بالا می‌گیرد. از شیوع تا اون در قرن 14 میلادی تا بیماری ایدز در اواخر قرن 20 و حالا در همه‌گیری کرونا. حراس از گرفتن بیماری نگاه ما را نسبت به فرد مبتلا عوض می‌کند. فرد مبتلا را به انجام کارهای پرخطر و بی‌مبالاتی متهم و سرزنش می‌کنیم. هر کسی با هم تماس می‌گرفت اولین چیزی که می‌گفت وای چرا رعایت نکردین یا چرا مراقب نبودین؟ این که انگار کرونا نگرفتی، جزام گرفتی. توصیه‌هاشون از همه چی بدتره. من اصلا بیرون نمی‌رفتم. خودم دانشجو هستم، 3 تا بچه دارم. ولی خب اونا رو چه کنم؟ هی می‌گفتن حتما از مدرسه اومدن، حموم نبردی و حتما لباساشون رو نشستی. تازه از هر فرصتی استفاده می‌کردن و زمانی که تماس می‌گرفتن به بچه‌ها می‌گفتن آخ آخ دیدی دستاتون رو خوب نشستین مامان چی شد؟ طفلی اینا هم اذیت شدن و به این بچه‌ها از آوجدان می‌دادن. این اتفاقها زنگ خطر ننگ شمردن، برچسب زدن و تابو شدن یک بیماری در جامعه است و باید جدی گرفته شود. انگ زدن به افراد و سرزنش افراد به خصوص، در واقع ما داریم یک نظام اخلاقی رو وارد یک برداشتمون از بیماری میکنیم. آدمها رو به خوب و بد تقسیم میکنیم، آدمها رو به شهروند مسئول و غیر مسئول تقسیم میکنیم. با این کار داریم روی بیماری که خودش در حال حاضر اومده این همه افراد رو تنها کرده، ایزوله کرده، ساپورت های اجتماعیشون رو ازشون گرفته، داریم یه بار روانی مضاعف ایجاد میکنیم، افراد رو تنها تر میکنیم، ایزوله تر میکنیم و این باعث میشه که حالا در کنار سوگ و فشارهای روانی که به خاطر کرونا همین جوریش هم وجود داره و فشارهای اقتصادی، در واقع داریم صدمه روانی بیشتر ایجاد میکنیم و یک چرخه معیوب آسیب روانی ایجاد میکنیم. عواملی مثل ناآگاهی در مورد بیماری، ترس از عفونت و کلیشه هاست که باعث ایجاد این جو مسموم می شود. واقعیت این است که بعضی ها مجبورند بین بیرون نرفتن از خانه برای تضمین سلامتی و تهیه نان شب برای خود و فرزندانشان یکی را انتخاب کنند. این وقتی ما میایم سرزنش رو و اون انگ رو تمامش رو میذاریم روی فرد و مسئولیت فردی قائل میشیم برای این داستان، داریم در واقع مسئولیت اون دولت‌ها، سیاست‌گذاری‌های بهداشتی و نظام‌های بهداشتی و اجتماعی که باید سیاست‌گذاری درست می‌کردن رو نادیده می‌گیریم و تمام اون تقصیرات رو فرافکنی می‌کنیم روی فرد. حالا تو کشورهای مختلف از جمله ایران دولت‌ها تصمیم‌های بسیار غلطی گرفتن، دیر گرفتن، ولی ما تمام اینها رو با سرزنش فردی می‌آییم نادیده می‌گیریم و کار غیر اخلاقی در واقع داریم می‌کنیم. این ننگ شمردن حراس اجتماعی به همراه دارد و حتی میتواند دامن پزشکان و پرستاران را هم بگیرد. در بسیاری کشورها گزارش شده که بعضی ها از ارتباط با کادر بهداشت و درمان که در خط مقدم این مبارزه هستند میترسند. اغلب این ننگ و برچسب ها نهفته هستند. به پرسنل نظام بهداشتی احترام میگذاریم ولی در نهان از آنها میترسیم و دوری میکنیم. خیلی ها که به کووید 19 مبتلا شدن پروتکل های بهداشتی را هم تا حد امکان رعایت کردند. هم پنهانکاری غیر اخلاقی و غیر منطقیه و هم واکنش منفی اطرافیان و جامعه. اما بود خطرناک این ننگ شمردن و برچسب زدن، پنهان کردن و حتی انکار بیماری است که خطر انتقال به دیگران را هم بیشتر کرده.
تا چرخه انتقال شکسته نشود همه گیری ادامه دارد. آناهیتا شمس، بی بی سی. مجلس ایران با 148 رأی مخالف در برابر 99 رأی موافق لایحه بودجه سال 1400 را رد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که برای تقدیم بودجه هم به مجلس نرفته بود، امروز هم در جلسه غایب بود. دولت با تغییراتی که کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه بودجه اعمال کرده بود، موافق نبود و از رد آن استقبال کرد. نمایندگان با مواردی از جمله پیشبینی میزان درآمدهای نفتی و نرخ ارز مخالف بودند. بهرنگ تاجدین گزارش می‌دهد. کلیات بودجه به رأی گذاشته شده. مجلس ایران برای دومین سال پیاپی بودجه را رد کرد. تصویب نشد. آنچه به رأی گذاشته شده بود مصوبه کمیسیون تلفیق بود. مصوبه‌ای که خود اعضای این کمیسیون هم رغبت چندانی به تاییدش نداشتند. خیلی از عزیزان هم در کمیسیون تلفیق با کلیات دولت موافق نبودند، اما به صورت مشروط رأی آورد و اصلاح شد. یکی از انتقادهای اصلی نمایندگان به بودجه 1400 چند نرخی بودن ارز است. اینکه در بخش‌های مختلف بودجه دلار از 4200 تومان تا 17500 تومان و نیز یک نرخ شناور قیمت خورده است. در کنار این طبق مصوبه کمیسیون تلفیق درآمدها و هزینه‌های عمومی دولت در بودجه سال آینده از 929 هزار میلیارد تومان به 1269 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده بود. اعضای کمیسیون می‌گویند هدفشان شفاف سازی بوده. دولت محترم چهار نرخ رو در بودجه آورده بود، نه یک نرخ رو. اینا همه مخفی بودن نرخ‌ها. کمیسیون تلفیق اومد شفاف سازی کرد. آیا بد کرد؟ اومد نرخ رو یکیش کرد. این یک. دوم اینکه ما میتونستیم در تلفیق این عدد و ارقام رو مخفی بکنیم، مگر نمیدونستیم؟ ما به خاطر صداقت با همکاران خودمون اومدیم اینو شفافش کردیم. رأی امروز نماینده ها درباره لایحه بودجه در واقع اعلام این بود که کلیت مجلس حاضر نیست مسئولیت تصویب این بودجه رو به عهده بگیره. دولت هم که به دلیل تغییرات زیادی که کمیسیون تلفیق در لایحه‌اش ایجاد کرده بود میگفت من دیگه این بودجه رو قبول ندارم. جنجال برانگیزترین بخش لایحه بودجه 1400 پیشبینی دولت درباره درآمدهای نفتیش بود و صادرات روزانه 2,300,000 بشکه‌ای. کمیسیون تلفیق این میزان را به 1.5 میلیون بشکه در روز کاهش داد، ولی دولت میگوید با تغییرات مجلس وابستگی بودجه به نفت افزایش پیدا کرده. ای کاش میشد که ما اصلا نفت رو خارج میکردیم. شما شاهدید اون گزارش به کلی سری حداقل برای ریاست محترم مجلس میاد. ما درآمد 100 و چند میلیارد دلاری ما به چند میلیارد دلار کاهش پیدا کرده. من الان نمیتوانم عدد رو به شما بگم که دولت با چند میلیارد دلار به جای اون 109 میلیارد دلار بعد از 3 سال محاصره اقتصادی که ذخایرمون رو استفاده کردیم امروز در چه شرایطی هستیم. نمایندگان موافق بودجه بیشتر نگران عواقب و پیام رد آن بودند. اینکه بودجه رو تصویب نکنیم، کلیات بودجه رو تصویب نکنیم، چه آثاری در جامعه ظاهر خواهد شد؟ آیا ثبات اقتصادی که از آب حیات واجبتر و ضروریتر برای اقتصاد کشور ماست، آیا این ثبات به دست خواهد آمد؟ اگر به لایحه رأی مخالف بدیم، یعنی با ارز 4200 که منشأ رانت و فساد بوده موافقت کردیم. ما مخالف رانتیم. رد کردید، نتیجه چی میشه؟ برمیگرده به دولت. دولت همین رو اگر نهایت تلاششو بکنه بزک میکنه، تحویل شما میده. مخالفان هم به کسری بودجه، احتمال ایجاد تورم و بحران ارزی و حل نشدن مشکلات معیشتی مردم نقد داشتند. از بودجه 98 بحران بنزین درآمد، از بودجه 99 بحران بورس درآمد و میخواهند از این بودجه بحران ارز درست بکنند. حواس ارزان باشه.
بشه. نقطه بدون بازگشت میخوان برای کشور و انقلاب درست بکنن. 320 هزار میلیارد تومان این بودجه با کسری بودجه خواب مواجه خواهد بود. تبعیض بین بازنشستگان لشکری و کشوری با بازنشستگان تأمین اجتماعی و افزایش نارضایتی هم در میان حقوق بگیران هم در میان بازنشستگان. در غیاب حسن روحانی، رئیس سازمان برنامه و بودجه که از طرف دولت به این جلسه رفته بود، گفت مجلس وقت داشته بودجه را اصلاح کند. که اگر انتقاد بر این بود که این رقم رشد زیاد داره، نمایندگان ما چرا به آنچه که انتقاد به دولت کردن و دو ماه فضای سیاسی کشور تحت تاثیر این انتقادات بود، چرا اصلاح نشد؟ یک ماه و نیم مانده به شروع سال جدید، سوال این است که تکلیف دخل و خرج دولت چه می شود؟ دولت یه وقت دو هفته ای داره که لایحه جدید بده، ولی خب تا پایان سال مدت زمان کمی مونده. معلومه که تصویب بودجه کامل قبل از عید اتفاق نمیفته. حالا دولت باید مثلا یه لایحه 312 ارائه بده یا خود مجلس یه مصوبه موقتی بده برای 3-4 ماه اول سال 1400 دولت بتونه اجرای قانون بودجه امسال رو با یه درصدی افزایش ادامه بده. این تجربه نشون میده که ممکنه مثلا با یه دستور رهبری یا یه مصوبه شورای سران قوا کلا ماجرا رو ببرن خارج از مجلس و اونجوری فیصله بدن. هرچند همونطوری که مرکز پژوهش‌های مجلس گفته، نتیجه چنین اتفاقی میتونه تشریفاتی تر شدن نقش مجلس تو ساختار اداره کشور باشه. در آشفته بازار این روزهای اقتصاد ایران، بودجه دولت شاید اصلی ترین دغدغه مردم نباشد. فعلا تورم بالا، شیوع کرونا و آینده برجام و تحریم‌ها مسائل مهمتری است. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. آرش حسن نیا، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ در جمهوری چک با ماست. آقای حسن نیا، محورهای اختلاف چه بود؟ خب به محورها چندگانه است. مهمترین اونها در واقع انتقاد مجلس به این لایحه از بابت این بود که حجم هزینه‌ها و مصارف لایحه بودجه افزایش پیدا کرده و در واقع یک بودجه انبساطی به دولت به مجلس ارائه شده. از طرفی درآمدهایی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه، درآمدهای ناپایدار و غیر قابل تحققی هست، به ویژه وابستگی بیشتر این بودجه به نفت و در نظر گرفتن فروش 2.3 میلیون بشکه در روز نفت، که البته بخشی از اون صادرات بود و بخشی از اون فروش نفت در داخل بود. نکته دیگه قرار گرفتن و پابرجا بودن کماکان ارز ترجیحی 4200 تومانی بود که اگرچه نرخ اون و میزان اون کم شده بود و به 8 میلیارد رسیده بود، اما کماکان محل انتقادهای نمایندگان مجلس بود. اینها مهمترین در واقع انتقادهایی بود که مجلس ارائه میکرد، اگرچه با انتقادهای درست راه دیگری در کمیسیون تلفیق پیموده شد و اساساً اون تراز عملیاتی 320 هزار میلیارد تومانی که در لایحه دولت بود تشدید شد و کسری بودجه شدیدتر از کمیسیون تلفیق بیرون آمد. اشاره کردید به کمیسیون تلفیق، اونها هم محورهای مخالفتی داشتن، رفع نشد اونها، درسته؟ خواسته هایی که کمیسیون تلفیق داشت و تغییراتی که ارائه کرد، البته مثلا یکی از مواردی که واقعا حیرت انگیز و خلاف انتقادهای درستی بود که بعضا از نمایندگان مجلس میشنیدیم، افزایش سقف عمومی لایحه بودجه بود که حدود 40% افزایش پیدا کرد. البته اعضای کمیسیون تلفیق معتقدند که ما برخی از اعداد ارقامی رو که در تبصره ها بود به جداول بودجه اضافه کردیم و افزایش 18% یا حدود 20% هست. اصلا بحث بر سر این هستش که حتی 1% افزایش همون بودجه‌ای که شما انتقاد می‌کردید که این بودجه متورمی است، کسری داره و میتونه تورمزا باشه، خب همین افزایش حتی 1%، نه 20% ادعایی کمیسیون تلفیق یا 40% ادعایی دولت، میتواند مسائل اقتصادی ایران در سال آینده به ویژه تورم رو که از کسری بودجه دولت ناشی میشه افزایش بده به شکل قابل توجهی، و این خلاف اون انتقادهای بعضن درستی بود که ما از نمایندگان میشنیدیم. خب فکر کنید علت این که دولت پافشاری میکنه به همچین بودجه چیه، با علم به این که بسیاری از این ارقام و پیشبینی ها نجومیه؟
ببینید، یک اتفاق رایجی در بودجه نویسی ایران وجود داره، سالها هم هست ما انتقاد متقابل این بودجه نویسی رو شاهد هستیم. بحث بر سر بودجه ریزی عملیاتی رو خیلی شنیدیم. حتی سال گذشته آیت الله خامنه ای دستور مستقیم داد که این بودجه ریزی نظامش متفاوت بشه، ستادی تشکیل شد و در عمل اتفاقی نیفتاد. نظام بودجه ریزی در سازمان برنامه و دولت به طور معمول اینطور هست که اعداد ارقام سال گذشته دستگاه‌ها و نهادها رو میارن، فارغ از اینکه اصلا چه دیتایی اتفاق افتاده، چه تفاوت‌هایی سال آینده با سال جاری داره، یا اساساً چه برنامه‌هایی در دستور کار هست، اون اعداد ارقام متناسب با تورم مقداری افزایش پیدا می‌کنن و اساساً اون شجاعت بودجه‌نویسی که مثلا اولویت بندی بشه پروژه‌ها، یا حتی برخی از نهادهای غیر مولد بودجه اونها کاهش پیدا بکنه، یا اینکه اساساً حذف بشه، یا بودجه برخی دستگاه‌ها با توجه به اولویت‌هایی که دولت تعیین می‌کنه افزایش قابل توجه پیدا بکنه، برای اینکه مثلا یک پروژه یا یک برنامه دولت اجرایی بشه، هیچ وقت وجود نداشته. همون سیستم سنتی افزایش سنواتی و جزئی و نسبی اعداد ارقام کماکان برقرار هست و اتفاقی در واقع از طریق بودجه برای اصلاح ساختار اقتصادی و اصلاح ساختار بودجه رقم نمیخوره. خب حالا با توجه به اینکه مجلس لایحه بودجه را رد کرد، چه اتفاقی میفته؟ ببینید، مجلس در واقع گزارش کمیسیون تلفیق رو رد کرده، یعنی اون تغییر، یک بودجه بد تورمزای با ناترازی های شدیدی به مجلس ارائه شد. کمیسیون تلفیق اون رو در ابتدا رد نکرد، که شاید بهتر این بود که اساساً اون رو رد میکرد، انتقادهایی به این بودجه وارد آورد، اما در نهایت چیزی که خروجی کمیسیون تلفیق بود یک بودجه ناترازتر، یک بودجه متورمتر و یک بودجه تورمزاتر بود. حالا که این مصوبه و این گزارش کمیسیون تلفیق در مجلس رد شده، این لایحه به دولت برمیگرده که ظرف 2 هفته اون رو تغییر بده. البته بعید هست که تغییرات اساسی و اصولی، چون همچین شهامتی واقعا نه در مجلس و نه در دولت وجود داره که مثلا هزینه ها رو کاهش بدن، سراغ هزینه های مثلا نهادها یا شرکت هایی برن که نامولد هستن، یا اینکه مثلا بپردازن به افزایش درآمدها از طریق رفع معافیت های مالیاتی یا فرارهای مالیاتی که حدود 80,000 میلیارد تومان اونجا هست. برای همین به نظر میرسه در نهایت با نظر آیت الله خامنه ای یا سران شورای سران قوا مسئله حل و فصل بشه. در غیر این صورت رو میارن به همون لایحه 312 که قانون بودجه امسال رو عددهاش رو تقسیم بر 12 میکنن، 3/12 از این عددها رو در اختیار دولت قرار میدن که فصل اول رو بگذرونه، در حالی که شرایط سال آینده، یعنی سال 1400، با توجه به اینکه انتخابات در پیش است، سیاست خارجی ایران با توجه به تغییرات واشنگتن متفاوت هست، بحث کرونا رو داریم، کاملا متفاوت با شرایط امسال هست و این 3/12 یا 10/12 بودن لایحه بودجه به طور موقت میتونه بسیاری از برنامه ریزی های اقتصادی در سال آینده رو تحت تاثیر قرار بده و اونها رو متوقف بکنه یا تعلیق بکنه. متشکرم آرش حسنی، روزنامه‌نگار اقتصادی. و اما تصاویر زنده‌ای داریم از مسکو، پایتخت روسیه. اجازه بدید که به اونجا بریم، جایی که طرفداران الکسی ناولنی از منتقدان سرسخت ولادیمیر پوتین به خیابون‌ها رسیدند. پس از اینکه دادگاهی در مسکو الکسی ناولنی که چهره شناخته شده اپوزیسیون روسیه هست رو به 3.5 سال حبس محکوم کرد، بر اساس رأی دادگاه آقای ناولنی مدتی رو در حصر خانگی بوده، در این چه حکم حبس او به 2 سال و 8 ماه کاهش پیدا کرده، اما همین حکم هم موجب عصبانیت طرفداران او شد. همونطور که میبینید بسیاری از اونها به خیابان ها ریختند. صحنه های این چنینی در چند روز گذشته شاهدش بودیم، جایی که منتقدان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حمایت از آقای ناولنی به خیابون رفتند. آقای ناوالنی و وکیل او در واکنش به حکم دادگاه گفته بود که سیاستمداران اپوزیسیون روسیه به حکم دادگاه اعتراض خواهند کرد. وزارت خارجه آمریکا هم ابراز نگرانی عمیق کرده درباره حکم الکسی ناوالنی و خواستار آزادی فوری او شده. بیننده تصاویر زنده از مسکو هستید.
گزارش از ایران هاکی است که حال علی انصاریان فوتبالیست سابق و از چهره‌های تلویزیونی وخیم است. پزشک معالج آقای انصاریان گفته او به علت افت شدید سطح اکسیژن خون به کمای مصنوعی برده شده. آقای انصاریان به خاطر ابتلا به کرونا در بیمارستان فرهیختگان بستری است و هم اکنون گروهی از طرفداران او مقابل این بیمارستان تجمع کردند. همکارم پوریا ژافره در استودیو با ماست. پوریا، آخرین خبرها چیه درباره آقای انصاریان؟ می‌دونیم که تجمعی هست علی‌رغم شیوع کرونا که شاید در چنین شرایطی واقعا برای سلامت و سلامت مردم هم تجمع درستی نباشه. چی میدونیم بیشتر درباره ازش؟ دقیقاً الان آخرین چیزی که میدونیم اینه که حدود 2300 نفر بیرون بیمارستان هستن. بعضیا دارن عزاداری میکنن، بعضیا دارن مداحی میکنن، سینه میزنن، بعضیا دارن انرژی درمانی میکنن. خلاصه کلی سر و صدا اونجا بیرونه. نه پروتکل های بهداشتی رو دارن رعایت میکنن و آسایش بقیه بیمارانی که توی بیمارستان هستن هم از بین بردن. و نکته عجیبش هم اینه که پلیس هم نمیاد این افراد رو متفرق بکنه. الان چندین ساعته که همچین وضعیتی اونجاست و من حتی شنیدم وقتی که این سلبریتی‌های مختلف، بالاخره آقای انصاریان هم فوتبالیست بود هم تو تلویزیون بود، چندین تا فیلم بازی کرده بود، اینا که میان بیمارستان که جوی حال ایشون بشن، که حالا خود اون یک سوال در شرایط کرونا برای چه کسی بره ملاقات بیماری در بیمارستان که امکان ابتلا به کرونا درش انقدر زیاده؟ و اینکه الان افراد میرن با این آدمایی که میان اونجا عکس میگیرن، میاد سلفی میگیرن، اصلا معلوم نیستش که خود همین اتفاقا ممکنه که بعضی دیگه که مسن‌تر هستن، مثلا علی پروین امروز اومده اونجا، احمد رضا عابدزاده اومده که خودش مشکلات دیگه‌ای داره، اینا اومدن با مردم اونجا عکس میگیرن، اصلا شرایط خیلی ناجوریه. داریم تصویرشو داریم می‌بینیم. البته اینا مال صبح اتفاقی که افتاده اینه که از صبح ایشون رفته به حالت کما و ضریب هوشیاریش بسیار پایینه. حالا خبرهای زد و نقیزم الان ما داریم زیاد میشنویم. الان واقعا یک شرایط عجیبیه، من شبیه به این تا به حال ندیدم. شما خبرگزاری تسنیم رو الان باز بکنید، خبر اولش، پربیننده ترین خبرش اینه که سطح اکسیژن در بدن آقای انصاریان روی 30 هست. شما برید ورزش 3 رو باز بکنید، وبسایتش رو زده که از قول علی کریمی که با دکتر صحبت کردن بین 70 تا 80 هست. و اینکه اصلا این اطلاعات با اجازه ایشون داره الان منتشر میشه، حریم خصوصی بیمار چی میشه از خانواده بیمار، به دلیل اینکه خانواده کسی که در بیمارستان بستریه و وضعیتش وخیمه، هر خبری میتونه واقعا روح و روان اون آدم رو به هم بریزه. و این چنین رسانه ها از جمله رسانه های ورزش که اصلا حوزه تخصصشون نیست دارن اطلاعات ریز زد و نقیز میدن درباره آقای انصاریان. درسته، متاسفانه همین ماجراها رو ما امیدواریم که واقعا وضعیت آقای انصاریان مثل مهداد میناوند نشه، ولی که این اتفاق افتاد و واقعا کسایی که بهشون احترام گذاشته نشد اینجا خانواده مهداد میناوند بودن. هزاران نفر اومدن راجع به مسئله میناوند صحبت کردن و فوت او، هیچ کس من اصلا ندیدم که با خانواده این آدم بخواد همدردی بکنه. و الان همچین شرایطی واسه علی انصاریان پیش اومده. و همونطور که گفتی، رسانه‌های ورزشی متاسفانه الان یک مسابقه گذاشتن برای جمع کردن فالوور، به خاطر اینکه باز همونطور که گفتم اخباری که راجع به آقای انصاریان هست و مردم دارن دنبال میکنن، حساس شدن. یه مورد دیگه‌ای هم که هست، گفتن که الان یه سری تجهیزات از بیمارستان مسیح دانشوری آوردن به بیمارستان فرهیختگان برای آقای انصاریان، که خب این دوباره باز یک سری مسئله دیگر ایجاد میکنه. مگه بقیه بیماران چرا تبعیض قائل میشن؟ چرا ایشون رو نمیبرن بیمارستان مسیح دانشوری؟ برای چی وسایل رو توی همچین شرایطی بیمارای بیمارستان مسیح دانشوری چی میشن؟ و انگار که همه مسابقه گذاشتن که از این شرایط استفاده بکنن، تعداد فالوورهای خودشون رو اینستاگرام زیادتر بکنن. از صبح 3 از خبرنگارای صدا و سیمای ایران اومدن خبر فوت آقای انصاریان رو دادن، بعدن اومدن اینو تصدیق کردن، عذرخواهی کردن، مردم اومدن اونجا بهشون بعد و بیرا گفتن، مجبور شدن که اینا رو وردارن. خلاصه یک شرایط غیر عادیه. من واقعا فکر نمی کنم علی انصاریان اگه که هوشیار بود راضی بود به تمام این اتفاقایی که الان داره میفته.
اشاره کردی به برخی از کارهای غیر حرفه‌ای، از جمله اونها انتشار چت‌های خصوصی بوده که عده‌ای از سلبریتی‌ها و افراد شناخته شده با آقای انصاریان داشتن و الان متن اون نوشته‌ها رو دارن در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنن، در حالی که آقای انصاریان در جریان این نبوده که قرار روزی منتشر بشه این چت‌های خصوصی. این هم به نظر رفتار اخلاقی نمیاد در شرایطی که فردی بستری؟ اصلا اخلاقی نیستش و من واقعا تعجب می‌کنم، نه فقط توی این مسئله اون پزشکایی که میان به خاطر فقط جلب توجه الان دارن هی صحبت میکنن، اینا یک چیزی رو امضا کردن به عنوان سوگند پزشکی که حریم خصوصی بیمار رو نگه دارن و به هیچ کدوم این مسائل اصلا احترام گذاشته نمیشه توی این شرایط. و همونطور که حتی در مورد مهتاد میناوند ما این مسئله رو داشتیم که یک نفر اومد اعلام کرد که پیج ایشون در دست من هستش به خاطر امنیت پیج اینستاگرام. و اصلا واقعا آیا مهتاد میناوند راضی بود که کسی اجازه داشته باشه تمام پیام‌های خصوصی که برای ایشون مردم فرستادن رو بیاد ببینه؟ خیلی شرایط نامطلوبی هستش. متشکرم پوریا ژافره، آرزوی بهبود کامل میکنیم برای علی انصاری. در بریتانیا گزارشی که به سفارش وزارت دارایی این کشور تهیه شده میگوید پیشرفت اقتصادی بشر به بهای تخریب طبیعت بوده و این روند باید متوقف شود. این گزارش که امروز منتشر شد خواستار بازنگری در معیارهای سنجش توسعه اقتصادی شده و الگوهایی سازگار با طبیعت را برای پیشرفت اقتصادی پیشنهاد کرده. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. فهم ما از اقتصاد اساساً نادرست بوده و این به بهای سنگین نابودی طبیعت تمام شده. این چکیده گزارش مفصل و مرجعی است که به سفارش وزارت دارایی بریتانیا تهیه شده. در این گزارش گفته شده که رشد تولید ناخالص داخلی ملاک مناسبی برای سنجش اقتصاد نیست، چرا که یک اقتصاد خوب فقط بسته به تولید و مصرف بیشتر نیست. همه چیز را در پول ندیدن ریشه در حکمتی قدیمی دارد، ولی شاید بعد از این راهنمای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی هم بشود. بحران کرونا نشان داد که رابطه نادرست با طبیعت هزینه اقتصادی هنگفتی دارد. هزینه بحران کرونا چنان سنگین بود که جای انکار و بی‌تفاوتی باقی نگذاشت. اما از دست دادن 70% حیات وحش دنیا در 50 سال اخیر و 1.5 درجه سانتیگراد افزایش حرارت زمین نسبت به 200 سال پیش، هزینه هایی دارد که شاید به راحتی دیده نشود، ولی دودش به چشم همه می رود. تفکر معاصر اقتصادی اصلاً طبیعت رو به عنوان یک عامل تولید در نظر نمیگیره. اما طبیعت خونه ماست. تمام خدماتی رو به ما میده که از اون استفاده میکنیم و در اختیارمون قرار میده. ولی منصفانه نیست که شاخصهایی مثل تولید ناخالص داخلی شامل طبیعت نمیشه. نخست وزیر بریتانیا و دیوید اتنبرو مستندساز معروف از یافته های این تحقیق استقبال کردند. در این گزارش مشخصا پیشنهاد شده که طبیعت و منابع آن ارزش‌گذاری اقتصادی شوند. این کار باعث می شود قیمت هر آنچه با هزینه کردن از منابع طبیعی تولید می شود دقیق تر و جامع تر باشد، به شرط آنکه در این قیمت گذاری بهای آن کالا و خدمات برای طبیعت نیز در نظر گرفته شود. چه این بها آلوده کردن طبیعت باشد، چه از بین بردن محیط های طبیعی، گونه های گیاهی و جانوری و چه برهم زدن سازوکار چرخه طبیعت. وزارت دارایی بریتانیا گفته است به زودی واکنش خود را به یافته های گزارشی که سفارش داده اعلام خواهد کرد. این خبر خوبی است چون نشان می‌دهد جدی گرفته خواهد شد. قرار است امسال کنفرانس جهانی تنوع زیستی در اردیبهشت ماه در چین برگزار شود. این اجلاس در حد و اندازه کنفرانس جهانی مبارزه با تغییرات اقلیمی است. هدف این است که دولت‌های جهان حفظ تنوع زیستی را به اندازه مقابله با گرم‌تر شدن زمین جدی بگیرند. گام اول در این راه پذیرش این نکته است که پیشرفت بشر بدون سلامت طبیعت نه ممکن است نه پایدار. سیاوش اردلان، بی بی سی. به پایان 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب تماشا کنید. شب خوش.